هم آخرت. گوارایشان با دو نعمت. گروهی که تنها آخرت را دارند زیرکانی هستند که خوب معامله می کنند. و قاضی بصره یحیی بن اکثم در زمره کسانی است که بس است. امیر لشکر، نمیدانی چرا خلیفه مسلمین مرا از بصره به اینجا فراخوانده؟ نه نمیدانم، فقط میدانم خبرهایی در باب تو از بصره رسیده. یعنی اهل بصره سعایت مرا کردند، روزگارشان سیاه کردند. نمیدانم، وقتی داخل شدی میفهمی. در مورد این تهمت‌ها به یحیی بن اکثم تحقیق کردی وزیر؟ به قدر کفاف پرسجو کردم، شاید درست باشد. شاید یا حتما درست است این اتهام؟ درست است. آنان در شعری او را این گونه حذف کردند: کاش اکثمی نبود که یحیی بزاید، کاش عراق قدم ابن اکثم را نمی‌دید، کاش قلم اکثم به دواتی تر نمی شد. همان کسی که جای معروف و منکر را عوض کرده است و نوجوانان از نیت پلید او فراری هستند، چون پلیدی او یقینی است. ای وای، چه می شنوم؟ بردر منتظر است سرورم، برای عقوبت فرا بخوانیدش و به کردار ننگینش پایان دهید. وزیر، آخرین بارت باشد که با خلیفه چنین سخن میگویی. یحیی بن اکثم داخل شود. یحیی بن اکثم را به محضر خلیفه مسلمین وارد کنید. به خدا به من دروغ بستن سرورم، به من دروغ بستن. آخر شخصی مثل یحیی بن اکثم را چه به این افعال پلید و قبیح؟ درست میگویند یحیی؟ بگو این کار را کرده ای یا نکرده ای؟ راستش را بگو، به جان من قسم خور. در طول عمرم دروغ نگفتم، چه رسد به الان به جان خلیفه مسلمی. پس این کار را کرده ای؟ این یک عادت زشت و نارواست. چه کنم که به این عادت زشت مبتلا هستم؟ دست خودم نیست مولایم، بارها خواستم ترکش کنم اما نشد. پسر ابی خالد، بنویس به منادی که اعلان کند در دارالسلام بغداد که خلیفه مأمون یحیی بن اکثم را به عنوان قاضی القضات منصوب کرده است در سرزمین اسلامی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. چه بنویسم مولایان؟ قاضی القضات در سرزمین اسلامی. اگر بخوای مرکزی را به هر بهانه عزل کنیم، حتی دو نفر هم برای ما نمی مانند. آماده باش ابن اکثم، آماده باش. مردم منتظر تو هستند که به عدالت برایشان حکم کنی. و چه کسی در ملک مأمون بهتر از تو برای اجرای عدالت؟ قسم به خدا، قسم به خدا، خلافت را زینت دادی با این کار مولایم. لحظه ای سرکشی کنی دوملت را می فشارم. طبق دستورتان میان یاران به نشر معارف قرآن و اهل بیت و با غیر مسلمانان منطقه هم با استدلال و سیرت نیک به تبلیغ می پرداختم مولایم. خداوند تو را مورد رحمتش قرار دهد ای پسر معصیان، و بدانید که بهترین راه تبلیغ دین عمل و رفتار بر اساس آن است. مدتی سؤالی ذهن مرا به خود مشغول کرده، اجازه می دهید بپرسم مولایم؟ ای حرتای، رحمت خداوند بر تو، هر آن چه در دل داری بپرس.
جسارتم را ببخشید. شما که اموال و یاران زیادی در اختیار دارید، چرا همانند جدتان سید الشهدا قیام نمی کنید؟ اجازه می فرمایید کتابت کنم مولای من؟ خوف از فراموشی دارم. بنویس یا علی. سدیر صیرفی به امام صادق عرض کرد: چه چیزی شما را از قیام باز داشته، حالان که یاوران شمشیر زن شما از 200,000 نفر بیشتر است؟ امام صادق با اشاره به گله‌ای فرمودند: اگر ما به تعداد این گله شیعه داشتیم قیام می‌کردیم. سدیر می‌گوید: گله را شمردم، دیدم 17 رأس بودند. سخن من نیز همان سخن جدم می‌باشد. پس بدانید که ما به وقت قیام آگاه تر از دیگران هستیم. اگر شرایطش آماده باشد قیام می‌کنیم. یا ابن رسول الله، سؤالم از روی ندانستن بود. مرا به عنوان سرباز کوچکی قبول کنید، مرا عفو کنید. بارک الله به تو ای هو. چه شد که برای جایگاه پس از خلیفه، یعنی قاضی القضاتی سرزمین مسلمانان بر عهد بغداد، تو را برگزیدند؟ سرورم، اگر پشیمانید استعفا خواهم داد. انتخاب با شماست. آی بر توی ابن اکسم، یعنی من در ملک خودم هم تصمیم گیرنده نیستم؟ به خدا قسم هستید سرورم، شما در تصمیمات خود استوار هستید. اگر خیر باشد در دفتر اعمال من ثبت می شود، چنانچه شر باشد گرمای آتشش را در آخرت می چشم. من برای شما رزی آخرت دارم سرفر مولای من. خیرش یا شرش ابن اکسام. چه کسی در مورد تو میگوید قاضی که حد را در زنا میبیند اما نبیند کسی را که به ناچاری منافی عفت میکند؟ ابن ابی نعیم مولای من، و همچنین گفت امیر ما رشوه میگیرد و حاکم ما منافی عفت میکند. و آفت از چه آفتی؟ فکر نمیکنم ستم به پایان برسد تا زمانی که کسی از آل عباس بر امت حاکم باشد. وای بر ابن ابی نعیم، تار و مار خواهد شد. اگر آن بیت را یادآوری نمیکردید ادامه اش را هرگز برایتان نمیخواندم ای امیرالمومنین. اصلا زبانم به آن نمیچرخید، لال میشد. وزیر را از دستور من با خبر کن. اطاعت سرور من به روی چشم. ابن ابی نعیم تبعید میشود به سند تا زمانی که من خلیفه. عليك وعلى آبائك السلام، عليك وعلى آبائك السلام، عليك وعلى عليك وعلى آبائك السلام، عليك وعلى آبائك السلام. سلام علیکم مولایم. و علیکم السلام. با من امری داشتید؟ بله ای هور، من به کمک تو نیاز دارم. امر بفرمایید مولایم، در خدمتم. یاری کن این آذوقه ها را حمل کنیم، البته زحمت است. سعادت بزرگی است برای من. از تو خواستم یاریم نمایی، اینها را به مدینه ببریم و میان فقرا و باقی ماندگان سادات که نانآور خانوادهشان را در جنگ خلفا از دست دادن تقسیم کنیم. به روی چشم مولایم. هور، خدا خیرت دهد. سزاوار لقب جواد هستی ای امام جواد.
هم نام و هم سیر با جد بزرگوارمان رسول خدا که